مقامات ایتالیا میگویند نزدیک به 7 تن مواد منفجره را که در یک کانتینر در بندری در جنوب آن کشور جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. بازرسان دولتی روز چهارشنبه گفتند به باور آنها مواد منفجره RDX از ایران به مقصد سوریه حمله می شده است، اما هنوز برای آنها روشن نیست که چرا این مواد به ایتالیا فرستاده شده است. RDX یک ماده منفجره بسیار قوی است که در امور نظامی و صنعتی کاربرد دارد. با احمد رفعت هستیم، خبرنگار ما در ایتالیا، برای جزئیات بیشتر. آقای رفعت درود به شما، ارتباط تلفنی داریم با شما. پرسش اینه که چطور شده که این محموله از ایتالیا سر در آورده و ظاهرا یک شرکت حمل و نقل کشتیرانی فنلاندی هم در این ارتباط این کشتی رو در واقع در اختیار داشته، درسته؟ بله، این که چرا این کشتی سر از ایتالیا در آورده زیاد مشخص نیستش. هنوز در مورد این مسئله تحقیقات ادامه دارن. شب گذشته در بازرسی از یک کانتینری، از یک گروه 18 کانتینری که توسط کشتی به نام فنلاند، این کشتی ولی شرکتی که صاحب این کشتیه مدیتران شیپینگ کمپانیه که مقر اصلیش در ژنو در سوئیسه، کشتی فنلاند 18 کانتینر رو در بندر جویا تاورا در جنوب ایتالیا تخلیه کرده بود و قرار بود این کانتینر را با کشتی های دیگر به مقصد نهایی برند. برنامه که این کانتینری که از ایران به جویا تاورا رسیده، در برنامه ذکر شده بوده که شیر خشک به مقصد سوریه حمله میکنه. این مسئله باعث شک مامورین گمرکی ایتالیا شده بود و کانتینر رو باز کردند و 6.8 تن مواد منفجره از نوع RDX یا T4 که همونطوری که شما اشاره کردین توسط نظامی ها و حتی توسط بسیاری سازمان های تبهکاران و همچنین گروه خرابکار در قبل استفاده شده را در اون یافتن. البته خبرگزاری ایتالیا گزارش میده که این اولین باری نیست که این چنین نوع مواد منفجره در کشتی هایی که از ایران را افتادن و مقصد نهاییشون سوریه بوده به دست اومده. در ژانویه 2009 در نزدیکی قبرس یک کشتی نظامی آمریکایی سان آنتونیو در بازرسی از یک کشتی به نام مونچکروسک در کانتینری باز هم این مواد منفجره از نوع T4 و مهمات برای توپ و کفش میکنه که اون هم قرار بوده طبق برنامهش به سوریه بره. در ماه ژانویه 2009 این بار اسرائیلی ها در مدیترانه کشتی فرانکوپ رو متوقف میکنن و در آنجا هم 500 تن از این نوع مواد منفجره پیدا میکنن که در ایران بار زده شده بوده و میبایستی در سوریه تخلیه بشه. آقای دخان تشکر میکنم از شما. احمد رفعت، خبرنگار صدای آمریکا در روم.